سلام امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه مجگان هستم به کانال من خیلی خوش اومدین تو این ویدیو آموزش کامل این مدل شال رینگی رو تماشا می کنید این مدل بافتی هست که برای شال رینگی استفاده کردم کاملا حالت کشی داره و از هم باز میشه که با این مدل باف من قبلا یه دونه کلاه هم بافته بودم که آموزش این مدل کلاه رو براتون این بالا میذارم و میتونید برید در کانال تماشا بکنید در ویدیو آموزشی مرحله به مرحله اندازه ها هم گفتم بریم با هم دیگه آموزشش رو شروع بکنیم امیدوارم که استفاده بکنید و لذت ببرید کانوای که من استفاده میکنم این کاموا هست که این کاموا 100 درصد پشم مرینو هست هر کلافش 50 گرمه حدودا 120 متره اینجا یک نمونه از مدل بافت رو بافتم که برای شال میخوام استفاده کنم و برای اندازگیری کاموا هست بافت رو در حالت کشیده متر میزنم اینطوری از هم باز میکنم متر رو این قسمت های وسطش میذارم و حدودا 10 سانتی متر رو اندازه میزنم تعداد های این قسمت که 10 سانتی میشه رو میشمارم که اینجا برای من 20 دانه میشه 10 سانتی متر اندازه گیری رو انجام دادم برای من 20 دانه شد 10 سانتی متر عرض شال رو 24 سانتی متر در نظر گرفتم و تعداد دانه رو اینطور حساب می کنم که 24 سانتی متر عرض رو ضرب دو دانه می کنم که این حاصل تقسیم 20 تقسیم بر 10 هست که 20 تقسیم بر 10 میشه دو دانه پس 24 در دو میشه 48 تا دانه برای این مدل باف تعداد دانه ها باید مزربی از 5 باشه پس یه عددی اینجا در نظر گرفتم که نزدیک به این عدد هست یعنی چهل و پنج تا دانه که مذربی از پنج باشه و سه تا دانه هم برای تقارن باید در نظر بگیریم انتهای رج و دو تا دانه هم برای حاشیه هست چون به صورت رجهای رفت و برگشتی بافته میشه که حاصل جمع این دانه ها برای من میشه پنجاه تا دانه میل سیمی که استفاده میکنم 60 سانتی متر هست و شما از میل های ساده هم میتونید استفاده بکنید و قطر میل ها متناسب با کاموان 3 میلیمتر هست ببینید برای سر انداختن از یک نخ دیگه استفاده می کنم که بعدا باید از داخل بافت بکشم بیرون و بهتر هست که رنگش متفاوت با کاموای اصلیتون باشه که مشخص باشه. میخوام پنجاه تا دا دانه سر بندازم. این دانه اول دو سه چهار پنجاه تا دانه سر انداختم نخ رو دیگه قیچی کردم و اینجا یه دونه گره میزنم خب نخ اصلی رو دستم میگیرم و از اینجا با نخ اصلی میبافم رج اول که رج پشت کار هست تمام دانه ها رو به رو میبافم و این جزء مدل حساب نمیشه رج پشت کار هست پس تمام دانه ها رو به رو میبافم خب به انتهای رج رسیدم و این دانه ها هم به رو بافته میشن خب این رج اول بود که تمام دانه ها رو به رو بافتم الان توی رج دوم میخوام بیام مدل رو ببافم و از اینجا چهار تا چهارتا چهار تا پشت سر هم تکرار میشه پس رج اول مدل باف به این صورت بافته میشه دانه اول رو خارج میکنم دانه هاشی است و سه تا دانه به رو بافته میشه یک دو و سه و دو تا دانه به زیر. پس سه تا دانه به رو و دو تا به زیر. به همین ترتیب می بافم تا انتهای رج. به همون ترتیب بافتم تا انتهای رج سه تا به رو و دو تا به زیر. این سه تا دانه سه تا دانه تقارن هست و این سه تا به رو بافته میشن. دانه آخرم هاشیه است به رو می بافم. خب ببینید اینجا سه دانه به رو هست این سمت ابتدای رش سه دانه به روه و این سمت و اون سمت دقیقا شبیه به هم هستن خب این رج اول بود رج دومم هم دانه ها مطابق با شکلشون بافته میشن این سه دانه به زیر هستن به زیر بافته میشن این دوتا به رو این سه دانه به زیر و این دوتا به رو پس تا انتهای رج، دانه ها مطابق با شکلشون بافته میشن به انتهای رج رسیدم این دانه ها هم مطابق با شکلشون بافته میشن دانه آخرم حاشیه است به رو می بافم خب رج سوم دانه اول هاشی است از میل خارج میکنم سه تا دانه اول به رو هست و به رو بافته میشن ببینید اینجا دو تا دانه زیر دارم و این دو تا دانه به این صورت بافته میشن که اولین دانه زیر به زیر بافته میشه و بعدش ما بین این دوتا میخوام بیام یک دانه اضافه بکنم ببینید دو رج میرم پایین تر این نخی که اینجاست میشه یک رج و این دو رج پس دو رج میرم پایین تر میلم رو رد میکنم نخ رو میگیرم و میکشم بالا و یک دانه اضافه میکنم دانه بعدی به زیر بافته میشه و دوباره از داخل همین جا که رد کرده بودم دوباره از همین جا رد میکنم و نخ رو میگیرم میکشم بالا و اینجا ببینید دو تا نخ به این صورت اضافه کردم و همین ترتیب رو تا انتها انجام میدم این سه تا دانه به رو بافته میشن به دو تا دانه زیر رسیدم این دانه به زیر بافته میشه دو تا رج میرم پایین تر این قسمت اینجا میلم رو رد کنم و یک دانه اضافه کنم. این دانه به زیر بافته میشه و دوباره از همینجا که سری قبلی رد کرده بودم میلم رو رد میکنم و یک نخ کشم بالا. این سه تا دانه به رو بافته میشن و برای این دو تا دانه زیر اولی به زیر بافته میشه دو رج میرم پایین تر یک نخ اضافه میکنم این دانه به زیر بافته میشه و دوباره از اینجا رد میکنم یک دانه اضافه میکنم پس به همین ترتیب میبافم تا انتهای رج خب به انتهای رج رسیدم این دو تا دانه زیر رو به همون ترتیب بافتم این سه تا دانه دانه های تقارن به رو بافته میشن دانه آخرم هاشی است به رو می بافم رج چهارم دانه اول هاشی از خارج میکنم سه دانه اول به زیر هستند و به زیر بافته میشن به این دو تا دانه رسیدم که دانه اضافه کرده بودم به ما بین این دو تا دانه این دوتا دانه رو با هم دیگه میگیرم به رو می بافم یکی میکنم دو تا دانه بعدیم با هم دیگه گرفته میشن به رو بافته میشن و همین رو تا انتها انجام میدم همین ترتیب رو این سه تا دانه به زیر هستم به زیر میبافم به این قسمت رسیدم که دانه اضافه کرده بودم این دو تا رو با هم دیگه میگیرم و به رو بافته میشن این دو تا هم همینطور به همین ترتیب تا انتهای رج می بافم. انتهای رج رسیدم این دوتا رو با هم میگیرم به رو می بافم این دوتا هم همینطور و این سه دانه به زیر هستن به زیر بافته میشن دانه آخر هم حاشیه است به رو بافته میشه خب این رج چهارم بود و الان رج بعدی که میخوام شروع کنم رج پنجم دقیقا مثل رج اول مدل بافت بافته میشه و این چهار تا رج پشت سر هم تکرار میشن دانه اول هاشی از خارج میکنم و این ستا دانه به رو هستن به رو بافته میشن این دوتا به زیر این ستا به رو بافته میشن و این دوتا دانه به زیر دقیقا مثل رج اول مدل بافت رج پنجم مثل رج اول مدل بافت می بافم و دانه ها مطابق با شکلشون بافته میشن رج بعدی که رج پشت کار هست رج شیشم هم مثل رج دوم مدل بافت دانه ها مطابق با شکلشون بافته میشن رج پنجم و شیشم رو به همون ترتیب بافتم الان رج هفتم مثل رج سوم مدل بافت بافته میشه دانه اول هاشی از خارج میکنم و سه تا دانه به رو بافته میشن برای این دوتا دانه زیر دوباره هم کارو رو انجام میدم. این دانه به زیر بافته میشه. دوباره دو تا رج میرم پایین تر. این یک رج دو رج. ما بین این دوتا دانه زیر. از اینجا رد میکنم. نخ رو میکشم بالا. این دانه به زیر بافته میشه و دوباره از همین جا رد میکنم و یک دانه اضافه میکنم. سه تا دانه به رو بافته میشه. و این دانه رو به زیر می بافم دو تا رج میرم پایین تر از اینجا یک نخ اضافه می کنم این دانه به زیر بافته میشه و دوباره از جا رد می کنم و یک دانه اضافه می کنم و به همین ترتیب تا انتهای رج می بافم رج هفتمم تا انتها بافتم رج هشتم مثل رج چهارم مدل بافت بافته میشه خب سه تا دانه به زیر هستم به زیر بافته میشن الان به اینجا رسیدم که دانه اضافه کرده بودم این دوتا رو با همدیگه دیگه میگیرم و به رو بافته میشم دو تا دانه بعدی هم همینطور این سه تا به زیر بافته میشن این دوتا رو با هم میگیرم به رو میبافم این دوتا هم با هم دیگه گرفته میشن به رو بافته میشن و به همین ترتیب تا انتهای رج میبافم ببینید مدل باف این شکلی هست و این چهار رج همینطوری پشت سر هم تکرار میشه. به همون ترتیب چهار تا رج رو پشت سر هم تکرار کردم و رج آخری که الان بافتم رج چهارم مدل بافت هست یعنی رج پشت کار و نخم اینجاست با این نخ ابتدا و انتهای بافت رو میخوام به هم دیگه وصل بکنم. من اینطوری رو هم دیگه گذاشتم که براتون متر بزنم. از اینجا که مترو بذارم تا این قسمت 70 سانتی متره و دو تا 70 تا میشه یعنی 140 سانتی متر این سر میل رو اینطوری میدم عقب و با سر دیگه میل دانه های قسمت پایین رو برمیدارم از این قسمت پشت باف دارم بر میدارم. از روی باف بر نمیدارم. از اینجا دانه ها خوب مشخص هست و دونه دونه این آبی رنگ ها رو بر می از اینجا. دانه ها رو برداشتم و دیگه به این نخ احتیاج ندارم گرش رو باز می کنم و از داخل بافت می کشم بیرون اینجا رو میتونم کوتاهتر کنم که راحت این کار رو انجام بدم. کانوا رو از بافتم خارج کردم و الان میخوام این دو سمت رو به همدیگه وصل کنم ببینید از روی بافت به همدیگه وصل نمی کنم و از پشت بافت میخوام وصل کنم که دوختایی که با قلاب انجام میدم پشت کارم بیفته دو سر هر دو تا میل یک سمت هست پس از این روی بافت وصل می کنم کار رو برعکس میکنم نخم اینجاست و قلاب 3 میلیمتر برداشتم و با قلاب این دو قسمت رو به هم وصل می کنم. یک دانه از میل روی بر دارم. یک دانه از میل پشتی. دو تا دانه دارم. نخ اینجا رو می گیرم و از داخل این دو تا دانه رد می کنم. دوباره یک دانه از میل روی و یک دانه از میل پشتی. سه تا دانه دارم. نخ رو می گیرم. از داخل این سه دانه رد می کنم و می بافم و همین رو تا انتها انجام میدم یک دانه از میل روی، یکی از پشتی سه دانه دارم با همدیگه دیگه می گیرم و می بافم به همون ترتیب دانه ها رو به هم دیگه وصل کردم و اینجا دیگه نخم رو قیچی کردم این سری آخری هست که انجام دادم و نخم رو اینطوری میکشم بیرون این دوتا نخم با استفاده از سوزن یک مقدار وارد بافتم میکنم قسمت پشت بافت این بافتی که با قلاب انجام دادم پشت کارم میافته و قسمت روی شال جای دوخت ندارم پس دوختا قسمت پشت کار میافته شالم دیگه آماده است و اینطوری دوبار دور گردن میفته امیدوارم که استفاده بکنید ممنونم از اینکه من رو تماشا میکنید اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید به هم انگیزه میده ویدیوهای بیشتری با شما به اشتراک بذارم از بفتنی لذت ببریم و تا ویدیو بعدی فز.